سلام رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به جام جهانی شطرنج. قبل از که این ویدیو رو با هم شروع کنیم، میخوام تولد پرهام مقصودلو عزیز رو از همین تریبون بهش تبریک بگم. پرهام مقصودلو متولد 11 آگست سال 2000 و 23 ساله هست. حقیقتش نمیدونم میشه 19 مرداد یا 20 مرداد اما الان توی 11 آگست هستیم. و اما همونطور که از تایتل تیتر ویدیو هم متوجه شدید پرخام مقصود لو توی روز تولدش از تورنمنت جام جهانی شطرنج حذف میشه در واقع بازیش با یان کریستوف دودا خیلی جذاب بود توی بازی های فکری دو بازیکن با نتیجه تصاوی کار رو به اتمام رسوندن اومدیم توی بازی 25 دقیقه‌ای رپید پرهام با مهره سفید تونست بازی رو ببره من خوشحال که با سیاهی مساوی میگیره و میره مرحله بعد اما متاسفانه با مهره سیاه بازی رو واگذار کرد با مهره سفید هم برد خیلی خوشگلی رو به دست آورد و اومدیم به اینجا که رسیدیم به بازی های رپید ده دقیقی و در واقع بازی که باعث حذف پرهام مقصود لو شد بدون حرف اضافه بریم این بازی رو ببینیم بازی عجیبیه یعنی پرهام میتونست حتی این بازی رو ببره اگرم نمیخواست ببره مساوی قطعی بود توی این بازی حالا بهتون نشون میدم چرا این بازی رفته بازی برگشت با نتیجه مساوی به اتمام رسید و این بازی رو بریم با هم ببینیم. پرهام مقصود لو بازی رو با حرکت E4 آغاز کرده. E5 اسب F6 دفاع پتروف رو دودا انتخاب کرده برای این بازی. پیاده رو زده دی 6 برگشته، پیاده رو پس گرفته و دی 4 D5 دی و فیل دی، سه. فیل F5، قلعه و فیل E7. رخ E1 و دودا هم توی بازی قلعه رفته گسترش اسب اسب برگشته و اسب به خونه F1 اومده C6 و حرکت فیل F4 توی این لحظه فیل ها توی بازی تعویز شدن اسب به خونه A6 اومده و H4 اسب C7 و اسب G5 فیل با اسب توی بازی تعویز شده F6 فیل برگشته وزیر D7 اسب ایس و رخ ی8 ب س و اسب ی6 فیل به خونه اچ2 رفته اسب افهت اسبها هم توی بازی روتیج شدن. اون یکی رخ رو هم فعال کرده ن دو بازیکن و حرکت آ 4 اسپ اچ6 و ۳0 4 پیاده رو توی مرکز قرار داده و مرکز رو داره به چالش میکشه پیاده رو زده و با اسب پرهام پس گرفته و توی همین لحظه میبینید که این پیاده توی بازی ضعیفه در واقع متریال مساویه اما یک پیاده ایزوله داره پرهام که همین الان با سه زور داره بهش حمله میشه اما سیاه نمیتونه بره سراغ پیاده چرا؟ اگر بخواد بره سراغ پیاده چه اتفاقی میفته؟ اول روخ توی بازی تعویز میشن و این رخ مجبوره که ستون دی رو رها کنه اما این اینجا اینجوری هم نیست که سفید بتونه اسب رو بزنه اگر بزنه میبینید که توی عرض آخر مات میشه پس اسب در واقع مورد حمله قرار نگرفته اما سفید میتونه چیکار کنه اسب رو میتونه بذاره دیشیش اسب به خوبی داره ازش دفاع میشه وزیر رو در واقع بلاک میکنه که از اسب نتونه دفاع کنه توی بازی همچنین رخ هم توی بازی زیر ضربه چقدر حرکت خوبیه این حرکت اسب دیشیش و اما اینجا سیاه هم دست به کار میشه دیگه بیکار که نمیشینه اسب ای دو میتونه کیش بده شاه F1 رخ زیر ضربه توی بازی رخ به خونه ای شیش میاد و اینجا حرکت جذاب بعدی اسب در پیاده میتونه بازی بشه و همچنان نمیتونه اسب رو پس بگیره چون وزیرش رو توی بازی از دست میده وزیر کیش میده شاه باید به خونه اف 7 بیاد اینجا با رخ کیش میده و وزیر رو توی بازی میگیره پس نمیتونه بره سراغ اسب توی بازی باید اینجا وزیرها تعویض شه و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه اینا همه شاخه هایی بود که سیاه با از پیاده رو میزد که حرکت خوبی نبود الان با هم دیدیم چرا خوب نبود اسب رو گذاشته اف 7 و رخ ایسه اسب سی 7 اینجا فیل اسب رو زده با وزیر پس گرفته و حرکت دی پنج رو پرهام مقصود لو بازی کرده رخ ها هم توی بازی تعویز شدن پیاده رو زده و حرکت رو ببینید فقط رخ در پیاده حرکت جذابی که برهام لو بازی کرده پیاده خودش رو توی بازی پس میگیره و نمیتونه رخ رو بزنه چون تو حرکت بعدی مات میشه و پیاده رو زده و جیشیش خونه ی جی هفت رو برای شاه داره خالی میکنه وزیر دی چهار فشار به پیاده و با شاه از پیاده دفاع کرده اینجا رخ هم توی بازی تعویز شدن حرکت سی و یکم بازی الان و متریال رو میبینید که کاملا توی بازی مساویه هر دو بازیکن یک اسب دارن پنج پیاده و یک وزیر امنیت شاه هم به خوبی برقرار شده توی بازی و این آخر بازی صد درصد مساویه الان حرکت سی و یکمه میخوام 20 حرکت حدودا بریم جلوتر و از اونجا دنبال کنیم چون این وضعیت مساوی من توضیحات اضافه نمیدم چون دو بازیکن فقط دارن مهره ها رو توی بازی شافل میکنن و واقعا توضیح هم نداره پیاده زیر زر بود الان با وزیر داره ازش دفاع میکنه با از پیش داده شاه جابجا جا شده همینطور مهره ها داره توی بازی شافل میشه پیاده ها رونده میشه و اینجا پیاده زیر ضربه پیاده رو رونده یکی از پیاده ها هم توی بازی تعویز شده حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده از هم جابجا جا شده میبینید از پا میتونن تعویز شن وزیر به راحتی توی بازی میتونن تعویز شن ببینیم چه اتفاقی می الان وزیر میتونه تعویز شه رد کرده دودا توی بازی شاه دیدو و شاه اف هف. و میبینید شاه رو عقب جلو میکنه فقط دودا و امیدی نداره تا این لحظه همچنان همه چیز توی بازی مساویه اما توی این لحظه یان کریستوف دودا وزیر رو گذاشته ای یک که پوزیسیون حالا کاملا برنده برای پرهام مقصود لوه چرا برنده است؟ با هم شاخهش رو میبینیم شاخه کوتاهی هم هست حرکت خیلی ساده است وزیر ایسه این پیاده زیر زر بود با حرکت وزیر ایسه اول داره از پیاده دفاع میکنه دوم داره پیشنهاد تعویز وزیرها رو میده درسته؟ اگر وزیرها اینجا تعویز بشن چه اتفاقی به نظرتون میفته توی بازی؟ این پیاده رو میبینید به زودی قرار بهش حمله بشه میتونه از حمله در امان بمونه اما نکته مهمتر فعالیت شاه سفیده که توی بازی شاه فعالتریه از شاه سیاه و زودتر میتونه بره و اینجا اتفاقی که میافتاد توی این شاخه این اسب این پیاده و این اسب توی بازی تعویض می شدن و یک پیاده رونده برای سفید میموند چون این شاه توی بازی شاه فعالتر و زودتر میرسه به این جنا و همین یه پیاده رونده بازی رو برای پرهام در می آورد نهایتا پیاده رو رها می کرد شاه می اومد اینور همه پیاده ها رو می خورد شاه سیاه مجبور بود بیاد سراغ این پیاده حالا به این شکلی که الان ترسیم کردم نه ولی با این سرعت ولی کم کم یه خونه یه خونه میاد پس حرکت اشتباه دودا توی بازی انجام داده و پرهام میتونه توی بازی برتری بگیره اما میتونه تعویز نکنه حرکت وزیردی یکیش حرکت خوبیه اما اسب دید و از کیش جلوگیری میکنه اسب توی بازی زیر ضربه باید اسب رو جابجا جا کنه توی بازی و حرکت تمام کننده اینجا چیه برای پرهام به نظرتون وزیر افسه پیشنهاد تعویز وزیرها اگر تعویز نکنی پیاده رو میرم میزنم به همراه کیشه و در نهایت سفیده که توی بازی رونده داره همین خیلی شاخه روونی بود دیگه درسته؟ بریم ببینیم توی بازی چه اتفاقی افتاده پرهام مقصودلو وزیر رو گذاشته ای پنج پیاده زیر ضربه با کیش پیاده رو دودا زده شاه رفته خونه دی چهار وزیر کیش داده با وزیر بلاک کرده این پیاده هم زیر ضربه وزیر در ات چهار توی سه چهار حرکت دو پیاده دودا توی بازی جلو افتاد و وزیر به خوبی داره اسب رو هم ساپورت میکنه توی بازی وزیر ای 5 اسب جی هشت و اسب دی شیش وزیر دوباره کیش داده شاه رفته بالا حرکت بهتر این بوده شاه به خونه دی سه بیاد اچ شهار رونده سیاه رو ببینید شاه ای شیش وزیر آدو کیش شاه رفته اچ سه و شاه همینجور داره میره بالا و این پیاده داره وزیر میشه توی بازی وزیر آ8 کیش شاه F7 اصب H6 کیش شاه E7 وزیر G8 از هر گونه حمله احتمالی این وزیر داره محافظت میکنه توی بازی اصب به خونه E8 رفته کیش داده وزیر شاه جا به جا شده اصب به خونه G4 اومده حمله به وزیر وزیر برگشته و پیاده حتی تا خونه H2 هم توی بازی اومده اسب دیشیش حمله به وزیر وزیر کیش داده شاه از اسب دفاع کرده و حرکت جذاب یان کریستوف دودا رو ببینیم با هم حرکت اسب اف 2 رو بازی کرده چقدر حرکت قشنگیه اگر اسب رو بزنی که من وزیر میکنم اگر اسب رو هم نزنی که وزیر میکنم باید اینجا وزیر رو در ازای پیاده قربانی کنی به همین دلیل توی این لحظه توی حرکت 65 م بازی بازی که برهام مقصود لو میتونست حتما توش برنده باشه حالا برنده هم اگر نمیخواست باشه حتما میتونست مساوی بگیره این آخر بازی رو. با بعد شانسی این آخر بازی رو واگذار کرد و یان کریستوف دودا توی بازی برگشت با مهره سفید فقط یک مساوی گرفت و به مرحله بعد صعود کرد و توی دور چهارم جام جهانی پرهام مقصودلو از تورنمنت خدافزی کرد از اینجا به بعد دیگه نماینده از ایران توی جام جهانی نداریم ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و اگر با شطرنج علاقه مندید کانال من رو حتما سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون گسترده تر شه من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون